نگاهی به چند خبر کوتاه. مرز خسروی به مرزهای قابل تردد مراسم اربعین امسال افزوده شد. حمید رضا شهرکی ثانوی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور ایران گفت هر ساله تردد زائران اربعین از طریق مرزهای مهران، شلمچه و چذابه انجام می شد که امسال بر اساس پیگیری ها مقرر شد مرز خسروی نیز به پایان های عبوری اربعین اضافه شود. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت ما با حضور نظامیان ترکیه در خاک عراق و همچنین عناصر حزب کردستان، حزب کارگران کردستان PKK مشکل داریم. در همین راستا شورای امنیت طی بیانیه‌ای گفت اعضای شورای امنیت با شدیدترین لحن حمله به استان دهوک در عراق به تاریخ 20 جولای 2022 را محکوم کردند. وزارت کشور کویت در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام از آغاز تدابیر خود برای تأمین امنیت اماکن برگزاری مراسم عزاداری در این کشور خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که حدود 2900 نیروی پلیس زن و مرد را مأمور تأمین امنیت 106 حسینیه کرده است. حبیب الله صادقی از سرشناس‌ترین نقاش‌های عاشورایی درگذشت. وی از جمله هنرمندانی است که در بیش از 100 نمایشگاه جمعی و فردی شرکت داشت و در جشنواره‌های متعددی به عنوان نفر برگزیده معرفی شد. او همچنین در مسابقات طراحی هلند به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.